میرسیم به بلندینگ مود هایی که ما اینجا داریم و اگر شما F7 رو هم بزنید باز اینجا. بلندینگ مود نحوه ترکیب یک تصویر با تصویر پایینیشه. اینجا رو شما اگر نگاه بکنید ما چند تا گروه بلندینگ مود داریم که کار خیلی خوبی بوده که اپل انجام داده تو طبقه بندی این چیزهایی که ما اینجا داریم. توی فتوشاپ هم شما خیلی خیلی چیزهایی که شبیه اینا هستن رو دارین و منتها طبقه بندی و گروهشون شاید به این شکل نباشه. گروه اول چیزهایی هستند که تیرگی های تصویر بالا رو با تصویر پایین قاطی میکنن. گروه دوم روشنی ها و قسمت های روشن تصویر رو با تصویر پایینی قاطی میکنن و گروه سوم تصویر بالایی رو با تصویر پایینی ترکیب میکنند، حالا با یه روش های خاص. گروه چهارم تفاوت دو تا پیکسل یا اکسکلوشن، در واقع چجوری بگم خدمتتون، پیکسل هایی که توی دو تا تصویر وجود نداره رو نشون میدن. و اما استنسیل آلفا لوما، سیلویت آلفا لوما و بیهایند. این پنج عنوان خیلی خیلی مهمن. خیلی کارهای خوبی میتونید، خوب که چه عرض کنم، خیلی کارهای جالبی میتونید شما تو موشن باشه انجام بدین و به عنوان یکی از چیزهایی که شاید هیچ وقت ازش توی فتوشاپ یا افتر افکت استفاده نکردید میتونید ازش توی موشن استفاده بکنید و کاربرد خیلی جالبی داره. خب با این توضیح میریم سراغ گروه اول که تیره کننده ها هستن. سابترکت همطور که از اسمش پیداست قسمت های تیره تصویر بالا رو از قسمت های تیره تصویر پایین کم میکنه. دارکن قسمت های روشن تصویر زیر رو به تیرگی های تصویر بالایی اضافه میکنه. مولتیپلای تیرگی های تصویر بالایی رو با تصویر پایینی ترکیب میکنه. کالر برن رنگ های شما رو میسوزونه، به خاطر همین یه مقدار تصویر اغراق میشه توی رنگ‌هاش و رنگ‌هاش غلیظ میشن. و لینیر برن هم که رنگ‌ها رو به صورت عادی میسوزونه، انگار شما تو لابراتوار زیاد نور داده باشین به فیلمتون. یه گروه بعدی ما گروه روشن شدنه، یعنی اد که روشنی‌های تصویر بالایی رو با روشنی‌های تصویر پایینی قاطی میکنه، به خاطر این تصویر خیلی نورانی میشه. لایتن که قسمت‌های تیره تصویر بالایی رو با قسمت‌های روشن تصویر پایینی قاطی می‌کنه. لایتن و دارکن دقیقاً دو تا نقطه مقابل هم هستن، همونطور که اسکرین و مولتیپلای دو تا نقطه مقابل همن. اسکرین فقط قسمت‌های روشن تصویر بالایی رو با تصویر پایینی ترکیب می‌کنه. کالر داج عکس کالر برنه و لینیر داج عکس لینیر برنه. یعنی شما اگر با لینیر برن تیرگی تصویر بالا رو با تیرگی تصویر پایین ترکیب میکنین، تو لینیر داش دقیقاً عکسش، روشنی تصویر بالا رو. اما شاید شما بگید خب اد هم همین کار رو میکنه، اد یه مقدار نورش بیشتره و یه مقدار به سمت سفیدتر تمایل داره. خب شاید شما بگید از این چیزی که اینه تخم شانسی، حالا اینو بزنم اونو بزنم اینو در بیارم اونو در بیارم، چیاش واقعا به درد میخوره؟ بدون شک توی این گروه بلندینگ مود هایی که ما اینجا داریم، به غیر از گروه استنسیل ها و سیلویت ها که حالا بعداً توی درس بعد توضیح میدم خدمتتون راجع بهشون، اسکرین شما، مولتیپلای شما، اد و شاید لینیر برن بیشترین کاربرد رو داشته باشن. میتونم بگم بیشترین کاربرد رو اسکرین و مولتیپلای دارن. یه مثال اینجا هست که الان با هم میبینیم. شما ببینید اگر من این نوشته امیرعزیزی رو اینجا داشته باشم که سیاهه، اگر بیام توی بلندینگ مود بگم که اسکرین بکنش قطعا محو میشه، به دلیل اینکه پیکسل سفیدی نداره که بخواد روی بمونه، چون تمامش پیکسل های سیاهن کلش محو میشه. اما اگر بیام بگم مولتیپلایش کن، همونطور که شما میبینید تمامش میمونه. چرا؟ چون پیکسل هاش سیاهن. مولتیپلای قسمت های تیره تصویر رو حفظ میکنه و اسکرین قسمت های روشنش رو. یه نمشته رادامک ما اینجا داریم،
اگر من این رو دقیقا برعکس روی مولتیپلای بذارم، حالا محو میشه، ولی اگر روی اسکرین بذارم دیده میشه. حالا ما اینجا فرض کنیم یه تصویری داریم مثل این گلدون. اگر من بیام این گلدون رو روی مولتیپلای بذارم، یه همچین اتفاقی میفته، قسمت های سفید همش رو میرن و شما یه سطح شیشه‌ای روی این تصویر دارید. علتش هم اینه که این جسم کاملا تیره نیست. اگه کاملا تیره بود 100% میشد و ما تصویر زیری رو دیگه نمیتونستیم ببینیم. اگه من بیام اینجا توی کالر کورکشن مثلا توی اجازه بدید فرضاً بیام برایتنس رو انتخاب بکنم و برایتنسش رو کم بکنم این تصویر رو، شما میبینید که خیلی زیادتر غلظت پیدا میکنه. اما اگر زیاد بکنم برایتنسش رو برعکس کمتر میشه غلظتش، چون مولتیپلای ذاتاً به این صورت کار میکنه. اما اگر ما بیایم همین تصویر رو بکنیم اسکرین، تقریبا تمام تصویر با تصویر پایینیش ترکیب میشه. چرا؟ چون قسمت روشن خیلی زیاد داره. باز این دفعه قبل هم میتونم بیام تو کالر کورکشن، این دفعه بذارید از گاما استفاده کنم، چون گاما میتون ها رو دست تغییر میده. تصویر رو روشن‌تر میکنم و حالا این رو میذارم روی اسکرین. همونطور که شما میبینید تقریبا تمام تصویر زیری رو تحت تاثیر قرار داد. اگر تیرش بکنم نتیجه عکس اتفاق میفته، خیلی کم میشه تاثیرش روی تصویر زیری. خب توی این درسی آشنایی پیدا کردیم با بلندینگ مود، توی درس بعد هم باز یک سری چیزهای دیگر میبینیم.